گفتنی باشد و همه عالم از ریش من درآویزد که مگر نگویم اگر چه بعد از هزار سال باشد این سخن بدان کس برسد که من خواسته باشم. هرمان هسه در سال 1877 در کنار راین به دنیا آمد و در سال 1962 در 85 سالگی درگذشت. او شاعر و نویسنده بزرگی است که در آلمان و جهان شهرت دارد و خوانندگان بسیاری او را دوست می‌دارند. او در سال 1946 به خاطر درون‌مایه صلح‌آمیز و معنوی آثارش جایزه نوبل را از آن خود کرد. نامه کوتاهی از هرمان هسه به پسرش مارتین در سال 1940 با برگردان علی عبداللهی برگرفته از سامانه گرانقدر دانش، نامه ای که در آن هسه دغدغه هایش در شاعری را برمی شمارد. مارتین عزیز، آخرین تصحیح شعر تازه ام فلوت نوازی را برایت پیوست می کنم. بله، موسیقی است، در حالی که تمام دنیا در سنگرها، گودالها، پناهگاه‌های زیرزمینی و آماده باشند تا دنیای کنونی ما را به تمامی ویران کنند، من روزها مشغول این بودم که مثلا شعر کوچکم را تصحیح و ویراستاری کنم. شعر در ابتدا 4 بند داشت و حالا فقط 3 بند دارد و امیدوارم روایت جدید ساده تر و بهتر از قبلی شده باشد و در ضمن هیچ لطمه ای هم به اصل آن نخورده باشد. سطر 4 بند اول از همان آغاز اذیتم می کرد و هر وقت که می خواستم برای دوستانم پاک نویسش کنم، سعی می کردم به روی سطر به سطر و کلمه به کلمه اش چکشکاری کنم و همه امکانات احتمالی بیان آن را بررسم تا ببینم چرا می شود حذف کرد و چرا حذف نکرد. 9 نفر از 10 نفر خواننده ام اصلا متوجه نشدند که شعر با این یا آن روایت در دستشان است. قرار است از روزنامه ای که چاپش می کند، البته اگر همه چیز خوب پیش رفت، حدود 10 فرانک حق التالیف بگیرم. برای آنها هم مهم نیست که این روایت باشد یا آن یکی. برای مردم دنیا چنین مشغولیتی مسخره است، چیزی بازیگوشانه، مضحک، حتی فراتر از آن دیوانه‌وار. و اینجاست که میتوان از خود پرسید چطوری شاعر به این صرافت میافتد که برای چند سطر ناقابل از شعرش این همه به خود زحمت بدهد، خون دل بخورد و این همه وقت روی آن تلف کند. و بعد هم میتوان چنین پاسخ داد: اولا کاری که شاعر میکند احتمالاً کاریست بی ارزش و پوچ، چون روشن نیست که آن شعر یکی از معدود شعرهای سروده شدهش خواهد بود که به فرض 100 یا 500 سال بعد باقی میمانند. با این همه این مرد مضحک امروز چیزی بهتر، کاری کم زیانتر، بی خطرتر و خواستنیتر از اکثریت آدم ها کرده است. اون نشسته شعر ساخته و کلمه ها را به نخ کشیده، ولی نه تیری به سمت دشمن انداخته و نه نارنجکی، نه گاز کشنده پخش کرده، نه کشتی های دشمن را غرق کرده و نه و نه و نه. و باز میتوان چنین پاسخ داد: شاعر کلمات نازنینش را دانه دانه جمع می کند، بر جای خود می نشاند و دست چینشان می کند، در میانه جهانی که چه بسا فردا روز ویران شود.
این کار او درست همانند کاری است که شقایق ها، پامچال ها و سایر گل های نازنینی می کنند که اکنون بر همه چمنزاران عالم می رویند و می بالند. در دل جهانی که چه بسا فردا از گاز سمی و مرگبار آغشته شود، گل ها با دقت هرچه تمام تر برگچه ها و کاسبرگ هایشان را می سازند. با 5 یا 4 یا 7 گلبرگ زیبا، صاف یا چیندار و مواج، هرچه باشد همشان دقیقند و تا سرحد امکان زیبا. یاری اندر کس نمی بینم، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد؟ دوست داران را چه شد؟ کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد؟ یاران را چه شد؟ شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد؟ شهر یاران را چه شد؟ ز شهر این سخن آسان نشود، تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است، حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. اسم اعظم بکند کار خود، ای دل خوش باش که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود.
می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر می کنند. چند شعر از عمران صلاحی. کمک کنین هلش بدیم چرخ ستاره پنچره رو آسمون شهری که ستاره برق خنجره. گلدون سرد و خالی رو بذار کنار پنجره، بلکه با دیدنش یه شب وا بشه چند تا هنجره. به ما که خسته این بگه خونه بهار کدوم بره. تو شهرمون آخ بمیرم چشم ستاره کور شده، برگ درخت باغمون زباله سپور شده، مسافر امیدمون رفته از اینجا دور شده. کاش تو فضای چشممون پیدا بشه یا شاپره. به ما که خسته این بگه خونه بهار کدوم بره. کنار تنگ ماهیا گربه رو نازش میکنن، سنگ سیاه حقه رو مهر نمازش میکنن، آخر خط که میرسیم خط رو درازش میکنن. آهای فلک که گردنت از هممون بلندتره. به ما که خسته این بگو خونه بهار کدوم بره. می رود عرابه فرسوده ای لنگان، می کشد عرابه را اسبی نحیف و مردنی در شب. آن طرف شهری غبارآلود، پشتگاری سطلی آویزان پر از خالی، خفتگاری چی مگس ها اینور و آنور، پشتگاری جمله ای بر چشم بد لعنت. به زمین و زمان بدهکاریم، هم به این هم به آن بدهکاریم. به رضا قهوه‌چی که ریزد چای دو عدد استکان بدهکاریم. به علی ساربان که معروف است شتر کاروان بدهکاریم. شاخی از شاخهای دیو سفید به یل سیستان بدهکاریم. مثل فرخ لقا که دارد خال به امیر ارسلان بدهکاریم. نیست ما را ستاره ای ای دوست که به هفت آسمان بدهکاریم. مبلغی هم به بانک کارگران شعبه طالقان بدهکاریم. این دوتا دیگ و قالی را به فلان و فلان بدهکاریم. دو عدد برگ خشک و خالی هم ما به فصل خزان بدهکاریم. هم به تبریز و مشهد و اهواز، هم قم و اصفهان بدهکاریم. به مجلات هفتگی چندین مطلب و داستان بدهکاری. قلک بچه ها به یغما رفت، ما به این کودکان بدهکاری. مبلغی هم کرای خانه به این موجر بدزبان بدهکاری. Thank you.
تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن، منم ما پیش این اهریمنی ابزار بنیانکن ندارم جز زبان دل، دلی لبریز مهر تو. تو ای با دوستی دشمن، زبان آتش و آهن زبان خشم و خون ریزی است، زبان قهر چنگیزی است. بیا بنشین بگو بشنو سخن، شاید فروغ آدمیت راه در قلب تو بگشاید. برادر گر که میخوانی مرا، بنشین برادروار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار تا از جسم تو این دیو انسان کش برون آید. تو از آیین انسانی چه میدانی؟ اگر جان را خدا داده است، چرا باید تو بستانی؟ چرا باید که با یک لحظه غفلت این برادر را به خاک و خون بغلطانی؟ گرفتم در همه احوال حق گویی و حق جویی و حق با توست، ولی حق را برادر جان به زور این زبان نافهم آتشبار نباید جوست. اگر این بار شد وجدان خواب‌آلوده‌ات بیدار، تفنگت را زمین بگذار. و داستان کوتاهی از پائولو کوئلو، نویسنده نام‌آور برزیلی. رود خروشان. مردی در ساحل رودخانه ای نشسته بود که ناگهان متوجه شد مرد دیگری در چنگال امواج خروشان رودخانه گرفتار شده است و کمک می طلبد. داخل رودخانه شد و مرد را به ساحل نجات آورد. به او تنفس مصنوعی داد، جراحاتش را پانسمان کرد و پزشک را بر بالینش آورد. هنوز حال غریق جان نیامده بود که شنید دو نفر دیگر در حال غرق شدن در رودخانه اند و کمک می‌خواهند. دوباره به رودخانه پرید و به زحمت آن دو نفر را هم نجات داد. اما پیش از آن که فرصت کند، صدای چهار نفر دیگر را که در حال غرق شدن بودند شنید. بالاخره آن مرد آنقدر قربانی نجات داد که خودش خسته شد و از پا افتاد، ولی صدای فریاد کمک از طرف رودخانه قطع نمی شد. کاش این مرد خیرخواه چند قدمی به طرف بالای رودخانه می رفت و متوجه می شد که دیوانه ای مردم را یکی یکی به آب می اندازد. در این صورت این همه انرژی صرف نمی کرد و به جای رفع معلول به مبارزه با علت می پرداخت و جان افراد بیشتری را نجات می داد. گفتنی باشد و همه عالم از ریش من در آویزد که مگر نگویم،
اگرچه بعد از هزار سال باشد این سخن بدان کس برسد که من خواسته باشم.